سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از نمایشگاه نقاشی های ژولی مهرتو اجرا میکنم. در برنامه این هفته جولیا چنگ و آمیزه ای از هیپ هاپ، هاوس، هنرهای رزمی و باله کلاسیک. شب که میشه یادم میفته هیچ کس هیچ جای دنیا منتظر من نیست. تئاتر روزهای بیباران به کارگردانی امین بهروزی. دوروتیا لنگ از پیشگامان عکاسی مستند و خبری. برنامه این هفته رو با گزارشی از دنیای رقص شروع می‌کنیم و میریم سراغ طراح رقص و رقصنده بریتانیایی چینی با نام جولیا چنگ که گروهی داره که تمام رقصنده‌هاش زنن. جولیا چنگ اعتقادی نداره که میشه تمایزی قائل شد بین هنر والا و نخبه و هنر خیابونی و مردمی. او معتقده که این شکل ارزش‌گذاری در هنر باید از بین بره و خودش هم در کارش انواع اجرا و رقص‌ها رو از هیپ هاپ و هاوس گرفته تا هنرهای رزمی و باله کلاسیک رو با هم ترکیب می‌کنه. تماشای این هفته سری زده به جولیا چنگ و گروهش. اولین چیزی که از رقص یادم میاد کلاس باله‌ای که در 3 سالگی میرفتم. بعد چون خانواده‌ام پول کلاس رقص رو نداشتن ادامه ندادم. توی 18 سالگی موقعی که توی یه دیسکو میرقصیدم به من پیشنهاد شد توی مسابقه رقص شرکت کنم. بعد رفتم به کلاس‌های رقص استوارت توماس. یه روز آخر کلاس بهم گفت بیا ببینم این آهنگو با من برقص. اگه اشتباه کنی میکشم. رقص تن به تن بخش دیگه ای از کارمه که از 10 سال پیش شروع کردم. من عاشق رقصیدنم و تو دیسکو بیشتر از هر جای دیگه احساس آزادی میکنم. توی رقص هیپ هاپ تن به تن با اینکه زنای زیادی هستن، اما خیلی وقتا میبینم که فقط مردا تو حلقه رقصن و من سعی میکنم خودم رو بندازم اون وسط. اینطوری زنای دیگه هم که منو میبینن وارد میدون میشن. اما حتی اگه زنا هم نیان و من تنها وسط مردا باشم بازم برام مهم نیست. رقصای تن به تن مسابقه هایی هن که توی دیسکو یا توی یه مکان مشخص یا حتی توی خیابون انجام میشن. این رقصا از هیپ هاپ و فرهنگ رقص خیابونی ریشه میگیرن. امروز مسابقه رو هم میشه در سطح بین المللی دید و هم در دور همی های کوچیک و زیرزمینی. رقصای تن به تن چارچوب های متفاوتی دارن، از بریک دنس گرفته تا رقصای ایستاده مثل پاپینگ، لاکینگ یا خود هیپ هاپ. این رقابت ها یا تک به تک یا دو به دو یا گروهی انجام میشن و میتونن ترکیبی از سبک های مختلف رقص باشن. خیلی مهمه که توی این رقابت ها رقصنده ها بتونن با هم به خوبی به داهه برقصن و به فکر برد و باخت نباشن. سال 2014 من گروه خودم رو تشکیل دادم و اسمش رو Absolute of House گذاشتم. چند تا هنرمند دور هم جمع شدیم و فکر کردیم میتونیم با هم خیلی خوب کار کنیم.
برای گروهمون مهمه که به عنوان چند زن قوی کنار هم بایستیم، ولی این باعث نمیشه که با مردها کار نکنیم. احساس میکنم زنا به اندازه کافی در هنرهای اجرایی و در طراحی رقص سهم ندارن. به نظرم مهمه که اقلیت‌های قومی و نژادی مثل خودم حضور پررنگتری توی هنر داشته باشن. نمایش ملکه های جنگجو درباره قدرت زنانه و هویت تک تک ما و میراث فرهنگیمون. اینکه چطوری میشه به طور فردی و جمعی بر سختی ها چیره شد. میشه گفت این رقص ها راجع به هویت، جنسیت، مسئله کلیشه ها و شرایطیه که به ما تحمیل شده. اینکه چطور به خودمون و زنهای دیگه توانایی بدیم. نمایش اورلاندوی جنگجو ادامه نمایش ملکه های جنگجوه. این نمایش میخواد به مسئله کلیشه ها بپردازه. حتی کلیشه هایی که خود من به عنوان یه زن انگلیسی چینی تبار به شخصیتم تحمیل کردم. اورلاندو رمانی از ویرجینیا وولف که مفهوم زمان رو مطرح میکنه. فکر میکنم که من به نوعی نماینده فرهنگ و اجداد خودمم و در این حال نماینده خودمم هستم. همیشه دوست داشتم مثل برادرم باشم. او بزرگترین منبع الهام توی زندگی منه. توی بچگی مثل برادرم هنرهای رزمی کار میکردم و پدرم همیشه به من میگفت تو نباید این کارو کنی. این کار مردونه است. باید یه مرد از تو محافظت کنه. این نمایش داستان رابطه من و پدرم رو بازگو میکنه. این نمایش از افسانه مولان الهام گرفته. رابطه مولان با پدرش باعث میشه مجبور بشه در هیبت یه مرد به جنگه. فقط رقص معاصر آکادمیک نیست که هنر والا محسوب میشه. رقص دیسکو هم برای من هنر والاییه. گرچه تا حالا بین مردم و سیاستگزاره هنر به رسمیت شناخته نشده. ولی چطور میشه پلی بین هنر تثبیت شده و فرهنگ رقص خیابونی به وجود آورد؟ رقص خیابونی به اندازه رقص آکادمیک ثبت نشده و حضور پررنگی نداشته. ولی اگه مثل رقص آکادمیک مورد حمایت‌های دولتی قرار گرفته بود، شاید اون وقت پلی بین فرهنگ و هنر گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود می‌اومد که همه به یه زبون اما با شکل‌های متفاوت صحبت می‌کردیم. این روزا دارم به اجراهای مجانی فکر میکنم، چون به نظرم هنر باید برای همه مجانی باشه. چطور میشه به جای نوع تفکری که مدرسه یا جامعه به آدم تحمیل میکنه برای خودت مستقل فکر کنی؟ به همین دلیلی که هنر خیلی میتونه قدرتمند باشه. تیونل ویژن یه همکاری بداهه بین گروه ما با آرون هاوله.
و درباره آزادیه. این کار ماهیت ما، ماهیت لندن و ماهیت ما رو به عنوان لندنی ها نشون میده. از لندنرز. Hiding in your closets, part of me I part the sea so you see the Moses. The heart blooms a flower, but the mind's a lotus. I'll be damned if I'm a mannequin stuck in a pose loose. Love yourself till they catch your flu, and I'll be damned if I'm ever sick of you. I care about you like these words birth you, and put the lies to rest, it's time for curfew. Good night. و در ادامه برنامه سری میزنیم به پردیس تئاتر شهرزاد تهران و سراغ نمایشی میریم که صد روزی روی صحنه بوده. تئاتری با عنوان روزهای بیباران به کارگردانی امین بهروزی. نمایشی که درباره روابط عاشقانه و انسانیه و در عین تراژیک بودن پر از لحظات و دیالوگهای مفرح و طنزآمیزه. شبنم همسر صمیمیترین و قدیمیترین رفیق منه. پوریا. ولی هیچ ایده ای ندارم که بهش چی بگم آخه، یا چه جوری بگم. اینجا این کافه سال هاست که پاتوق قرارای هفتگی ما ستا بوده. هنوزم گاهی میام، هر هفته نه ولی گاهی. مرداد دیر که نکردم. نه این رفقا اونم جا ندارم، بعد یکم صبر کنیم. خوبی؟ چرا چشات قرمزه؟ هر دوش؟ آره. یه خوابی؟ به خاطر باران؟ روزای بیباران راجب عشقه، راجب جای خالی آدم ها، راجب این که ماهیت ما چیه. وقتی من میگم امین بهروزی دقیقا دارم راجب چی حرف میزنم و راجب موقعیت های دشواری که باید توش تصمیم بگیریم که اگه بخوایم یه چیزایی رو از دست بدیم، مثلا خاطراتمون، احساساتمون، اصلا دیگه هویتمون معنایی داره. داشتم با خودم فکر میکردم شبنم اگر راضی میشدم عمل کنم حافظم رو از دست میدادم، ممکن بود یه روزی بیاد مثلا از پاییز و بارون و اینجور چیزا خوشم نیاد، به جاش با تابستون حال کنم. یا مثلا یه آدم خیلی معقول محترم آن کادری بشم، یه چرت و پرت نگم، مسخره بازی در نیارم. اگه سرلیت پنجره رو ببندم از نه خوبه. بیشترش راجع به عشق و راجع به این که دغدغه امنیت عاطفی شاید تنها چیزیه که نه مشمول مرور زمان میشه، نه مرزهای جغرافیایی میشناسه. هممون همه جای دنیا دغدغه اینو داریم که یکی کنارمون باشه و وقتی نباشه برامون یک ویرانی تحمل ناشدنی به وجود میاد. مطمئنم دوباره عاشقم میشه. پوریا من نمیخوام تو بمیری، من هر کاری میکنم همه چی یادت میفته. بدون تو این خونه و این زندگی و این شهر رو من نمیتونم تحمل کنم. اول من به یه پوریایی فکر میکردم که تو یک موقعیت دشواریه که یه جایی گیر میکنه که باید راجع به هویتش و راجع به آیندهش تصمیم بگیره، بعد به مرور آدمهای دیگه مثل عشقش که شبنمه و مهرداد که داره قصه رو روایت میکنه به اونا اضافه شد. آقای دکتر شایا، آقای دکتر شایا، خواهش میکنم حقیقت رو به من بگید. من تا کی زنده ام؟ من طاقتش رو دارم. بگید. متاسفانه ما هر کاری که از دست ما ساخته بود انجام دادیم. فقط باید دعا کنیم. این بنده ای. هی. آشنا نیست برای باید من موازد دار بودم، نبودم، قبول داری؟ قبول داری؟ با اختلاف آقای دکتر شایان، نکن این کار. آقای فکر کردی هر روز ما رو میتونی بکشونی بیمارستان، ما رو تیخ بزنی، تلکه کنی، به بهانه های مختلف، چرت و پرتایی که میگی، چه میدونم، ماموگرافی، چی؟ نکن، آقا ما بول نمیخوریم. ماموگرافی چیه؟ من چی بودم تو دکتر از من میپرسی؟ یاد رفته؟ نمیدونی چه حرف ماموگرافی؟ آقا ماموگرافی چیه؟ ماموگرافی چیه؟ آقا جمع شیم دور هم اجماع کنیم یه تعریف کنیم. ماموگرافی چیست؟ سنمون رو ذکر کنیم. بهشون دروغ میگم، میگم که جواب آزمایش نیومده و چند روز دیگه باید صبر کنم.
I'm so sorry, pardon. مامیان بیمارستان، ماموگرافی ناوکی؟ مسئله نیست؟ تو پرستار تو جای خواهری خیلی خوشگل شده. اگه یه بار زد و دهنش از این شده شده. روشن فکر بابا جانم. She's intellectual. در مورد ساختارش یه مرزیه بین این که ما هم رئالیستی هستیم، تو بازی ها اکیدن رئالیستی هستیم، ولی انگار که تو روایت رئالیستی هم نیستیم. و سادگی، یعنی تأکید داشتم به این که تمام عناصری که میتونه جذابیت خلق کنه رو حذف کنیم، نه موسیقی داریم، نه نور خاصی داریم، صحنه بسیار ساده‌ای داریم و آدم‌ها یه جوری مثل سینما تماشاگر رو وادار کنیم به اینکه کلوزآپ ببینن، آروم آروم همراه بشن با اینکه ما قرار نیست قواعد رئالیستی حرکت داشته باشیم. همه چی در یک سکونی جریان داره که انگار در درون آدم‌ها اتفاق می‌افته. آقا میگه خوبی اینجا اینه که هر وقت دلت گرفت، هر وقت احساس خفگی به دست داد، می‌تونی بری توی دشت و داد بزنی. ما الان توی دشتیم و داریم داد میزنیم، همین حالا توی دشتیم و داریم داد میزنیم. بعد یه مضامین دیگه هم اضافه شد، مضامینی که هممون درگیرشیم، مثل اقتصاد که حالا اتفاقای بامزه‌ای هم افتاد. مثلا 3 سال پیش که اولین بار شروع کردیم، دو تا از کاراکترامون ازم میپرسیدن که میخواستن بینیشون رو جراحی کنن، میگفت که پراید که الان 10 میلیونه. بعد که اجرای مجدد رفتیم به این نتیجه رسیدیم خب که پراید الان که 10 میلیون نیست، 20 میلیونه. با 20 میلیون شروع کردیم تو اجراها، خب پراید شد 30 میلیون. بعد وسط های اجرا بازیگرم گفت که الان پراید 40 میلیون شده. یک روز یکی از تماشاگرها به من گفت که آقای بهروزی پراید الان 50 میلیونه. چرا من میخوای دماغ تو عمل کنی؟ خودم من ششین مقتدر مردونه 5 میلیون برای چه خرجش کنم؟ 10 میلیون. 10 میلیون شده عمل دماغ؟ آره بابا حداقل 10 میلیون. جدی؟ یعنی پولی پراید بدی برای عمل دماغ؟ پراید که 15 میلیون، 20 میلیونه. 20 میلیونه پراید الان؟ آره. 10 میلیون نیست نه؟ پراید 10 میلیونی نداری؟ نه. 10 میلیون پراید نمیدن؟ نه دیگه نداری. این فشار اقتصادی و فشارهای دیگه که روی ما هست تبدیلمون کرده به آدمهایی که انگار مفاهیم مهمی مثل دوست داشتن، مثل عشق، مثل کنار هم دیگه بودن، اینا رو داریم از دست میدیم و روز به روز داریم به فضای تیره تر و تلخ تری وارد میشیم که دیگه انگار توش خاطره، احساسات، اینا داره معناش از دست میده. امیدوارم که روزای بیباران به اندازه‌ای که تئاتر امکانشو داره تونسته باشه راجع به این مفاهیم حرف زده باشه و تونسته باشه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اه 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 برای چی بردی؟ چرا اذیت میکنی منو؟ نمیبینی اگه اتک زدم به؟ جهنم جهنم؟ اتک زدم به میورا از کرواسی یا رو اتک زده به من؟ بکن کروات، یه مرد کروات به من اتک زده. من نمیفهم بخوادم، باید زندگیتون رو بکنید، بذارید ما هم زندگیمون رو بکنیم. چی میفهم؟ چرا باید خاورمیانه همیشه نه آرام باشه؟ سکه سکه جمع کردم با خمرش یارو برداشت برد. اونجوری نگاه نکنه، جدی قضیه. با شبنم شرط بستم اکانتم بره بالا بفروشم بگم 92 هم هم خونه دل خوردم ترش. اخیراً در مجموعه فرهنگی هنری باربیکن لندن نمایشگاهی برپا بود از آثار دوروتی آلنگ، هنرمندی که عکساش از دوره رکود بزرگ امریکا در دهه 1930 بسیار معروفه. هنرمندی که از پیشگامان عکاسی خبری و عکاسی مستند محسوب میشه و همواره دوربین براش ابزاری سیاسی بوده. دوروتی آلنگ یکی از شناخته شده ترین عکاس‌های مستنده. شهرت اون بیشتر برای تصویرهای تاریخی که از فقر و مشقت دوران رکود بزرگ آمریکا در دهه 30 میلادی گرفته بود. البته اون عکاسی رو در دهه 20 با رویکرد کاملا متفاوتی شروع کرد. در اون زمان بیشتر به عنوان یک عکاس تجاری فعال بود و از هنرمنده و قشر مرفه روشنفکر عکس می‌گرفت. از همون سن کم به نوعی مجبور شد با دوربین کار کنه و خودش هم دقیقاً نمیدونست چرا. زن خیلی مقتدر و مستقلی بود و استودیوی عکاسی خودش رو توی محله گرون قیمتی در مرکز شهر سان فرانسیسکو راه انداخت.
استودیوی اون تبدیل به یه جور پاتوق شده بود که توی اون از اقشار روشنفکر مرفه و همینطور هنرمندا عکاسی میکرد. این آدم ها همه توی استودیوی اون دوره هم جمع میشدن و با هم معاشرت میکردن. اما چطور این عکاس پورتره نگار طبقه نخبه به یک مستند نگار سیاسی پیشرو تبدیل شد؟ واقعیت اینه که لنگ همزمان با فروپاشی دنیای پیرامونش دگرگون شد. او کار پورتره نگاری در استودیو رو همزمان با سقوط بازار سهام در سال 1929 رفته رفته کنار گذاشت. نمیتونست تأثیر این رکود رو توی خیابونای سان فرانسیسکو نبینه. آروم آروم وارد خیابونا شد و تصمیم گرفت که از فقرا و بیخانمانهایی که توی راه استودیو میدید عکاسی کنه. همون زمان بود که از دوربینش به عنوان یه ابزار سیاسی استفاده کرد و شروع کرد به عکاسی کردن از نابرابری‌ها و ناعدالتی‌های جامعه. تظاهرات مختلفی که برگزار می‌شد و اعتصابای صنفی. نمی‌تونست اونا رو نبینه. تأثیر سقوط بازار سهام در سراسر آمریکا پخش شده بود و هیچ جایی در امان نمونده بود. با وجودی که لنگ کار مستندنگاری رو از شهر شروع کرد، اما بیشتر برای عکس‌هایی که از شرایط زندگی آدم‌ها در حومه کالیفرنیا در دهه 30 گرفته شهرت داره. در طول این دهه صدها هزار نفر به جستجوی کار به کالیفرنیا مهاجرت کردند. خشکسالی شدید و طوفان گرد و خاک ایالت‌های مجاور رو به زمین‌های خشک و بایر تبدیل کرده بود. لنگ برای یک مؤسسه دولتی کار میکرد که به این کشاورزهای مهاجر کمک میرسوند. در این زمان از عکس‌های او برای جلب همدلی و حمایت مردم علیه سیاستمدارهای محافظه‌کاری استفاده میشد که با این کمک‌های اجتماعی مخالف بودند. اونا میدونستن که یه عکس میتونه مؤثرتر از هزاران کلمه باشه و عکاسی این توانایی رو داره که آگاهی مردم رو تغییر بده و توجه اونها رو به نیازهای فوری اقشار روستایی آمریکا جلب کنه. لنگ از این موج گسترده مهاجرت به کالیفرنیا عکاسی میکنه. مهاجرایی که در شرایط بسیار بدی زندگی میکردن و مجبور شده بودن در جنگل، تو جاده ها یا توی ماشیناشون زندگی کنن. بچه ها بدون دسترسی به غذا و در کمبود بهداشت و کمک های اجتماعی و عدم دسترسی به آموزش زندگی میکردن. او میخواست که این شرایط رو نشون بده. بنابراین میره به اون منطقه ها و با اونا مصاحبه میکنه و ازشون عکس میگیره. تجربه پورتره نگاری مهارت لنگ رو در کار کردن با مردم بسیار بالا برده بود. اون مردم رو به حال خودشون رها میذاشت و این بهش کمک میکرد تا به اونا نزدیکتر بشه و تصویر واقعی تری از شخصیتشون ثبت کنه. معروفترین کارش که با نام مادر مهاجر شناخته میشه، مهارت اون رو در خلق تصویرهای انسانی که حس همدلی رو برمی‌انگیزن نشون میده. لنگ یک بار دیگه هم در دهه 40 با دولت آمریکا کار کرد، اما این بار با کارفرمای دولتی خودش در افتاد و حاضر نشد به نفع سیاست‌های دوران جنگ کار کنه. بعد از بمباران پرل هاربر در دسامبر 1941، آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. به خاطر این بمباران دولت آمریکا خیلی سریع بیش از 120 هزار نفر که تبار ژاپنی داشتند و حتی دو سوم اونها در آمریکا به دنیا آمده بودند رو در اردوگاه‌های مختلفی در ساحل غربی زندانی کرد و اعلام کرد که اونا تروریست بالقوه هستند. دولت از دورسیا لنگ خواست تا از اونا عکاسی کنه، اما اون از همون اول منتقد سرسخت این سیاست بود و براش خیلی سخت بود که این عکس رو بگیره. بنابراین تصمیم گرفت نشون بده که این افراد رو چطور یه جا جمع کردن و بهشون برچسب زدن. دولت خیلی از برخورد اون در این عکس‌ها عصبانی شد و جلوی انتشار خیلی از اونا رو گرفت. لنگ توی این عکس‌ها نه تنها شرایط سخت زندگی این آدم‌ها رو نشون میده، بلکه دوباره سراغ پورتره و عکاسی از نمای نزدیک از این افراد میره. تصویرهایی که کلیشه‌های نژادی رو برهم میزنن و سوژه‌های اون رو صرفاً به عنوان یک انسان نشون میدن.
لنگ نه تنها یکی از اولین عکاس‌هایی بود که به طور مستقیم با دولت کار کرد، که یکی از اولین عکاس‌هایی بود که محدودیت‌های عکاسی در خدمت پروپاگاندای دولتی رو هم تجربه کرد. با این حال، تصاویر توقیف شده اون نشون میدن که حتی در این شرایط هم هنرمندا میتونن ایدئولوژی‌های رسمی رو به چالش بکشن. تماشا اینجا به پایان میرسه. برنامه ما رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش رو برنامه قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.